آبان 98 شما جز معدود افرادی بودید که سوال کردید از اینکه آبان 98 چه اتفاقی افتاد، درسته؟ بله آبان 98 یکی از تلخترین اتفاقات ایران بود و امیدوارم که روزی نظام به این اعتماد به نفس برسه که پرونده رو باز کنه، چون بله دوملیه که چرکین خواهد شد. اما سوال من از شما اینه که شما یه سوال کردین که چرا آقای روحانی نقشش این چه کسی قیمت رو بالا برد؟ شوک درمانی که یک از سیستم مکانیزم های نئولیبرال هاست، چرا در اون آقای زمان علیزاده، سخت چون وسط حمله برنامه‌تون تروپ داره انجام تمام شد؟ میشه، ولی به من گفته بود درخواست عملکرد دولت مجلس دهم عملکرد در جهت عدالت اجتماعیش، من کل اینجا نمونه براتون آوردم، میخواستم بگم بهتون که یکیش حالا یادم انداخت، یکیش هم اصلا موزه مجلس دهم فرق هم نمیکنه، اصولگرا، اصلاح طلب و اکثر مستقلین، این بود که زیر بار افزایش قیمت حامل انرژی نرفتن، افزایش دفعیش تدریجی تو قانون بوده، زیر بارش نرفتن، جلسات علنی و غیر علنی زیاد، سناریوها، مدل‌های مختلف، هیچ کدوم علی زیر بارش نرفت، این شد که رفت شورای هماهنگ سران قوا. یعنی مصوبه افزایش قیمت بنزین در شورای سران قوا نتیجه مقاومت مجلس دهم بود در مقابل افزایش قیمت‌ها، و بعدم که اون اتفاق افتاد در خفای مجلس، خب بلافاصله ما باش مقابله کردیم، همون روز هر سه طیف در واقع یا دو طیف دو تا طرح اصلاحی دادیم، خود ما شبش تو دفتر عارف بحث کردیم، دو سه تا طرح سناریو آماده کردیم، صبح زود تو فراکسیون امید بحث کردیم، و ما اونجا گفتیم اگر جلسه رو غیر علنی بکنن ما ابستراکسیون میکنیم، از اکثریت میندازیم، میخواستیم کار بکنیم، رفتیم جلسه غیر علنی، آقای شمخانی رو آوردن برای ما داستان امنیت ملی میخونه و حرفای از این قبیل که من شرمم میاد بعضی حرفاشو بگم. خب بعد اون اصلا بعد مستقیم درس خارجی مقام معظم رهبری پخش کردن، همه رو ساکت کردن، آقای زانور که اصلا پاره کرد طرحشو، ما اومدیم گفتیم که نه ما کماکان میخوایم ترمون رو بدیم در واقع مراحل تصویب تیک کنه، این کار نکرد، من رفتم استفامو نوشتم، من رفتم استفام، استفانامه من الان هست بایگان تو مجلس شماره شده، رفتم نوشتم، بعد اومدم تو خیلی مسئله سنجی کردن، آقا درست نیست برای کشور، الان آشوب، الان تشنج، الان فلان، شما دامن میزنید، متهم میشید به مثلا دخالت تحریک در مثلا معترضین فلان فلان، بعد با من حتی اومدم عصر جلسه فوق العاده تو همین انجمن همینجا که توش هستم همینجا جلسه گذاشتیم، و دوستان گفتن که برو استفاتو پس بگیر به خاطر تحلیلی که خودشون دادن، و من استفامو پس گرفتم. بعدم تو نطق من ببینید که اونجا در واقع من میگم شرم بر ما، شرم بر ما، شرم بر ما که ریخته شدن خونه، حالا این جمله من که روش خیلی حساس بودم، تاریخ شده. ریخته شدن خون جوانانی که در اثر سیاست غلط اقتصادی ما هیچ امیدی به آینده ندارن رو هجامت نظام تلقی میکنیم، شرم بر ما که با ریخته شدن خون مردم اسلام شرم میخوایم نظام، امنیت نظام رو تامین بکنیم، اینا حرفای من از توی مجلس. رفتیم آقای رحمانی فضلی رو استیضاح بکنیم، چندین جلسه توی کمیسیون شوراها گذاشتیم، وزیر بار نرفتیم که میخواستم ما رو قانع نشدیم، بعد ساخت و پخ کردن، باید رئیس پیام های از جای دیگه آمد و ساکت کردن. بسیار عالی. ولی شما سوال کردین که قیمت بنزین، چون آقای روحانی گفتن که فقط روز جمعه اونم مثل مردم نه خواهد داشت. دروغ میگه آقای روحانی. ببین آقای روحانی اتفاقا من دیروز که گفتم کتک خورش ملسه، مال همینه که ضمن اینکه یه آدم تقریبا همون جسچرش و زبان بدن و همه چیز هم بلده برای رسانه، اما یه جایی فولای خیلی بزرگی کرده، یک جایی همین فرداش میگه من خبر نداشتم، این تصمیم شورای هماهنگ سران قوا البته با هماهنگ رهبری بوده، چرا؟ به دلیل که کفگیر دولت به تعدیق خورده بود در سایه تحریم ها، به دلیل که در واقع قیمت بنزین ما فقط در واقع به نفت تحریم شده، یعنی آیه صادقی شما میگید که افزایش شوک آور و شوک دکترین قیمت بنزین که باعث انفجار اجتماعی شد، سران خواسته سران قوا با پذیرش هماهنگی رهبری آیه خامنه ای بوده.
بسیار خوب، حالا ما این رو از شما میپذیریم تا اینکه بیام بهش پاسخ بدم، چون گفتن آقای روحانی هم گفته چند بار رهبری از من خواسته بودن برای اصلاح قیمت ها. البته اون بحث اصلاح قیمت های تدریجی که جزء خطاهای دولت بود که اتفاق یعنی نیفتاده بود، که حتی من خودم مخالف اون قانون کلا هستم، ولی خواست یک جا انجام بده. یعنی زمانی که دیگه به اینجاش رسیده بود، استقرار رسیده بود، دیگه رسیدن چاره نداشتن برای اینکه خزانه دولت خالی شده بود. نه ولی شما میگید که حتی اون هم که یک دفعه انجام بده با اصرار انجام بده، سران قوا سران سه قوه توافق داشتن روش. البته مثلا آقای رئیسی که ما بعدش باش ملاقات داشتیم میگفتش که من گفتم نباید اینطوری باشه اونطوری باشه، یعنی تو کلیتش با هم توافق داشتن تو جزئیاتش. خود آقای روحانی میگه من در جریان نبودم، شما میگید که سه قوه با هم نشسته. خود آقای روحانی که من در جریان نبودم دیگه. شما من اتفاقا حالا مثلا ما خبر نداشتیم، ما بگیم خبر نداشتیم یه حرفی، اتفاقا من روز چهارشنبه شب قبل از اون جمعه سیاه و شنبه سیاه و یک شنبه سیاه واقعا کشتار مردم که اصلا هیچ توجیه براش وجود نداره، خب ما چهارشنبه شبش من توی چیز ربات کریم سخنرانی داشتم، بخشی از سخنرانی من پخش شده که من فساد هلال احمر اونجا گفتم، فساد هلال احمر که جزء اقوام آقای روحانی بود، جزء خواص آقای روحانی بود که بعدم ما فراکسیون ورود کردیم و دنبال کردیم و نهایتا منجر شد به برخورد با اون آقای چی بود اسمش. خب بعد اونجاها بعد از در واقع اون سخنرانی من، خبرنگار ایلنا اومده به من میگه که میگه آقا به ما همه آماده باش دادن و یعنی گفتن که ممنوع کردن که هیچ خبری درباره قیمت قیمت عامل انرژی نباید بدید و جمعه در واقع ساعت 24 این انجام میشه و از طرف شورای عالی امنیت ملی اختار شده به رسانه‌ها که هیچی نگه. اولین بار من اونجا اینو شنیدم. بعد شما این همه تمهیدات انجام میشه، مگه میتونید رئیس جمهور با خبر نباشه؟ غیر از خود شورای امنیت ملی شاک که شورای امنیت کشوره که رئیسش وزیر کشور هست در واقع متصدی امنیت بوده. یکی از دوستان اعضای حقوق دانش شورای نگهبان برای من تعریف کرد که به خاطر یعنی توی مشهد سمینار داشتن، اونجا گفته بودن به آقای رحمانی فضلی که آقا این تجربه نشون داده که این بازخورداش خیلی میتونه سنگین باشه برای کشور. گفتن ما فکر همه چیزو کردیم، یعنی در مجریش دولت بوده. اصلا بحث این نیست که بگی منم مثل شما فلان شدم. این تصمیم مجموعه بوده اتفاقا مجلس من اینجا این مجلس هم از طیف اصولگرا طیف اصلاح طلب مجلس دهم یک پارچه مخالف این تصمیم بودن، منتها بعد از اینکه رهبری اونم بنابر مصلحت که البته کشور دچار به هر حال ناآرامی گسترده شده بود، حالا من دیگه جزئیاتش رو اینجا نمیتونم بیان بکنم که ما شعاف نداشتیم، کسی هم ما رو نشون نمیداد. ما رفتیم حومه تهران که جزء حوزه انتخابی تمام اینا رو بازدید کردیم، آمار گرفتیم، کشته شده ها، مجروحین، چی فلان، متو همش تو سینمون حبس شده به خاطر مصلحت نظام، متوجه هستید؟ خب یعنی همه کار کردیم ولی دست بسته بودیم. ما بعدش اومدیم گفتیم که کمیسیون اصلا بعد مأمور شد که درباره برخورد ماموران انتظامی با مردم اون کشتاری که میگفتن، یا آقای من گفتم یا آقای رحمانی فضلی میگه آقا چرا به سرشون زدیم، میگه به پاشون هم زدیم، یعنی اینجوری میگفت آقا حداقل ببینیم چند تا کشته شدن اونجا، چند تا مجروح شدن اونجا، حتی کمیسیون اصل 90 رو نذاشتن وارد تحقیق بشه. بعد شما مجلس رو محاکمه میکنید. نه من مجلس رو محاکمه نمیکنم، نه من چیز دیگه میگم. من میگم که این اتفاق در دوره سلف آقای روحانی یعنی آقای رفسنجانی افتاد، در شورش‌های اسلام شهر، در شورش‌های مشهد به نظر میاد که دولت‌های کارگزاران دستشون به سرکوب شدید شورش‌ها خیلی خیلی بازه، مثل دولت تاچر در انگلیس، مثل دولت کامرون در انگلیس، دولت‌های نئولیبرال کلاً با شورش‌ها اینجوری برخورد می‌کنن. سوال شما اتحاد شما و حمایت من اون که قبول دارم آقای علیزاده، اون که قبول دارم که اون سیاست‌های اونجوری اتفاق افتاده، من می‌خوام بگم اون کاری ندارم، ولی بحث دیگه برخورد ما معترضین دیگه اصلا دست دولت نیست. نیروهای امنیتی، نیروهای نظامی، نیروهای شبه نظامی ریختن سر مردم. اونجا دیگه اصلا بحث فقط دولت هم عمران نیرو، یعنی در حد مثلا وزارت کشور که اختیار محدودی داره. ما اعتراضی از
اعتراضی از آقای از دولت روحانی نشنیدیم. به نظر اومد که اون اتفاق با حمایت کامل شورای عالی امنیت ملی، آقای شمخانی با رحمانی فضلی، همه با هم همدست بودن آقای بله، خالقی. ببین آقای رحمانی فضلی مسئول رسمیش بوده، اما سرکوب ها رو ببینید کی کرده. حالا اون که دیگه نیروی اجراییش بوده، به فرمانده سپاه دستور میدن که برو فلان خیابون رو بگیر و ببند. خب نیروی اجراییش بوده، ولی تصمیم رو شورای عالی امنیت ملی آقای روحانی و سخنرانی شمخانی آقای گرفتن. سلامی رو در هفته بعدش تو میدون انقلاب یه بار دیگه گوش کنید، میگفت جنگ جهانی شده تو کشور و ما با جنگ حالا جهانی اونا که برخورد بعد کردیم. بیان تو اونا نگاهشونه که همیشه توجیه میکنن و به دشمن خارجی بس میکنن. اتفاقا ما تو کمیسیونی که رسیدگی شد گفتیم آیا در این در واقع اعتراضات و ناآرامی ها اصلا نشانه ای از دخالت گروهک های در واقع اپوزیسیون و اینا پیدا؟ گفتن نه، اصلا پیدا نکرده بودن، تمام مردم بودن. بعد ما ببینیم جنگ جهانی را افتاده. من به آقای حالو مجبور کنم یه چیز بگه دیگه. من به آقای شمخانی اون رو گفتم آقا مردم هستن اینا، دارن میکشن مردم تو خیابونا، چیکار میکنید؟ اگه مردم نرفتن و وایستادن هم میخواید بگوار ولو بلغم و بلغم میزنید.